برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. روز گذشته شهرها و استانهای عراق شاهد بزرگداشت 25 سالگرد ارتحال مرجع دینی شهید آیت الله العظما سید محمد صادق سعد قدس سره شریف بود که به دست بعثی ها ترور شد. پیروان شهید صدر در این بزرگداشت با او تجدید میثاق کردند که راه او را در برابر ظلم و استکبار ادامه دهند و به دستورات او برای احیای یاد و خاطره اهل بیت لحم السلام و گسترش آن و اصول و اخلاق پایبند باشند. اپلیکیشن ترتیل تازه ترین برنامه چند زبانه برای یادگیری قرآن است که با استفاده از هوش مصنوعی طراحی شده و خدمات ممتازی را به فراگیری حفظ و قرائت قرآن ارائه می دهد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، اپلیکیشن های بسیاری از قرآن کریم پدید آمده است که در طول زمان شاهد ارتقا و پیشرفت هایی بوده است و پیشرفته ترین آنها تجربه پیوند هوش مصنوعی با آیات قرآن است که به کیفیت تعامل و بهره برداری حد اکثری کاربران از آنها کمک می کند. اپلیکیشن ترتیل برنامه ایست که با استفاده از هوش مصنوعی کاربر را در قرائت و حفظ قرآن کریم کمک می کند. بنابر اعلام آژانس های بشر دوستانه، بیش از 1 میلیون نفر از مردم سومالی در طی 4 ماه گذشته در مواجهه با ترکیب زهرآگین خشکسالی، نزاع و سیل در داخل کشور خود آواره شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان امور پناهندگان نروژی اعلام کردند که به دنبال شدت گرفتن شورش های گروه های افراطی و درگیری ها در منطقه جدا شده سومالیلند، حدود 433,000 نفر در حد فاصل اول ژانویه تا 10 ماه می میلادی مجبور به ترک خانه های خود شدند. علاوه بر این، در بیانیه مشترک این دو نهاد حقوق بشری آورده شده است که بیش از 408,000 نفر بر اثر جاری شدن سیل در روستاهایشان و 312,000 نفر دیگر نیز به دلیل خشکسالی ویرانگر آواره گشتند. منابع محلی در استان غور افغانستان از جان باختن 6 تن و زخمی شدن 10 نفر دیگر در پی جاری شدن سیلاب در این استان خبر دادند. به گفته منابع، جان باختگان شامل 4 زن و 1 کودک همگی اعضای خانواده هستند. گفته می شود سیلاب های 2 روز اخیر در این استان باعث خسارات هنگفت مالی نیز شده است. این در حالی است که ریاست هواشناسی تحت اداره طالبان از احتمال بارندگی شدید و سیلاب در 17 استان افغانستان خبر داده بود. پیشتر سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز از افزایش حوادث طبیعی همزمان با بحران‌های بشری در افغانستان تحت تسلط گروه طالبان هشدار داده بودند. صلیب سرخ جهانی در مورد بروز یک فاجعه انسانی در مرز سودان و چاد هشدار داد. مقامات این سازمان جهانی افزودند با توجه به افزایش آوارگان و فصل بارانی در منطقه خطر یک فاجعه انسانی بزرگ وجود دارد. به گفته این نهاد، حدود 80% از کسانی که وارد می شوند زنان و کودکان هستند که بسیاری از آنها هنگام فرار از دارفور از والدین خود جدا شدند. در میان پناهجویانی که روی زمین خوابیدند، گزارش‌های مبنی بر گزیدگی مار و عقرب گزارش شده است. هفته گذشته، آژانس پناهندگان سازمان ملل هم اعلام کرد که از زمان وقوع درگیری‌ها طی 1 ماه اخیر در سودان، حدود 60 تا 90 هزار نفر به چاد گریختند.